اگه تو گوگل در حال حاضر سرچ کنید دوره کسب درآمد از هوش مصنوعی، تو همون نتایج اول گوگل دوره من رو به شما پیشنهاد میکنه. این باعث میشه بچه‌ها که روزانه هزاران نفر از همین طریق به صفحه محصول من وارد بشن و شاید بعضی هاشون هم خرید بزنن. چطور من تونستم خودم رو تو صفحه اول گوگل جا بدم با SEO؟ عزیزای دلم، امروز قصد دارم یه مقاله واقعی رو جلو چشتون SEO کنم تا با 0 تا 100 عملیات SEO آشنا بشید. با من همراه باشید. تو قسمت قبل این سری آموزش ها اومدیم بچه ها با هوش مصنوعی یه مقاله نوشتیم، مقاله ای که عنوانش این بود معرفی بهترین هوش مصنوعی تصویرساز. بهتون گفتم که تو دنیای وب نوشتن مقاله کافی نیست، حتما باید مقاله شما SEO بشه تا شاید بتونه تو نتایج جستجو جایگاهی پیدا کنه. من قصد دارم دقیقا همین مقاله رو امروز براتون SEO کنم تا با 0 تا 100 کار آشنا بشید. من بچه ها برای SEO از نرم افزاری استفاده میکنم به اسم RankMass. RankMass یه افزون است که به همون کمک میکنه تا وبسایتمون رو برای موتورهای جستجو بهینه کنیم. مثلا به کمک این افزونه شما میتونید کلمه کلیدی محتوا رو برای موتور جستجو بهینه یا مشکلات فنی رو بررسی کنید. الان بهتون نشون میدم. مثلا شما رنک مس رو به راحتی میتونی به وبسایت وردپرسی خودت اضافه کنی. وبسایت های وردپرسی چی ان؟ ببینید همین الان وبسایت خود بنده یه وبسایت وردپرسیه، یعنی وبسایت رو نرم افزار وردپرس ساخته. من 0 تا 100 آموزش رو ساخته، وبسایت خودم رو هم تو آموزشی تحت عنوان دوره کامل طراحی سایت قرار دادم، حدود 1.5 ساعت آموزشه. RankMass در واقع نرم افزار الحاقی هستش که روی سایت وردپرسی ما نصب میشه. با هم کار رو شروع میکنیم. خب عزیزای دل، در ابتدا وارد پیشخوان وبسایت وردپرسیتون بشید. این فضای پیشخوان یا بکند کاره. مقالاتی که منتشر میشه، افزونه هایی که نصب میشه رو صاحب وبسایت از طریق این قسمت به وبسایت خودش اضافه میکنه. از قسمت افزونه ها بخش اد نیو پلاگین یا اضافه کردن افزونه جدید، بچه ها یک افزونه جدید میخوام اضافه بکنم به اسم RankMass. دیگه افزونه RankMass رو میخوایم اضافه کنیم. تو قسمت جستجوی افزونه می نویسم RankMass. خوشبختانه فارسی رو هم سپورت میکنه RankMass. این افزونه RankMass رو هم اکنون نصب کنید، کلیک میکنم و بعد فعال نمایید. این شکلی میخوام افزونه رو فعال کنم. اینجا رو اسکیپ ناو کلیک کنید، این مرحله رو رد کنید. اینجا رو بزن بریم. مجدد رد کردن این مرحله نیازی نیستش. پایین تر میگه نوع مثلا وبسایت چیه، فروشگاهیه یا اینکه شخصیه، سایت تجاری کوچیکه. من مثلا شخصی رو انتخاب میکنم. اسم وبسایت خودش آورده، لوگوی وبسایتمو میاره، با اینا کاری ندارم. ذخیره و ادامه. اینجا این قسمت رو رد میکنم، نمیخوام اونو به حساب بس بشم، برای کسایی که RankMass رو خریدن بیشتر. اینجا رو ذخیره و ادامه، پایین ترم ذخیره و ادامه. اوکی، این شکلی ما RankMass رو فعال میکنیم، راه‌اندازی تنظیمات پیشرفته. خب تو مرحله بعد مدیریت دسترسی میخواد، حالا نمیخواد کاری با این داشته باشید اصلا، ذخیره و ادامه. به نظرم این تیک و این تیک رو فعال کنید، مانیتور 404 و تغییر مسیرها رو. و بعد هم تو مرحله بعد کافیه مثلا اینجا مقاله رو انتخاب بکنید، دیگه بقیه کاری نداشته باشید. حالا این تنظیم ها زیادم مهم نیستن، فکر نکنید که اگه اینجا اشتباهی بکنید مشکل جدی پیش میاد. نه، ما RankMass رو نصب کردیم بچه ها و فعالش هم کردیم. اوکی، نسخه خریدنی شما رو موجود. الان بچه ها اگر من بخوام یک نوشته جدید، یک مقاله جدید به وبسایتم اضافه کنم، RankMass نقش بازی میکنه. ببینید اگه بخواد نوشته جدید اضافه بشه، دست چپ بالا ما RankMass رو داریم که به هم نمره میده. از 100 امتیاز در حال حاضر مقاله من بچه ها 0 امتیاز داره. چرا؟ چون خب هیچ نوشته ای اصلا در کار نیستش، هیچی ننوشتم، پس هیچ نمره ای نگرفتم. تنها کاری که باید کرد اینه که امتیازم رو به 100 برسونم. گرچه 100 که نمیشه گرفت، ولی ما تا 80 میرسونیمش دیگه، رنگش رو سبز میکنیم. اوکی؟ این یعنی نرم افزار بهمون آلارم این رو میده که شرایط خوبه، یعنی صفحه از لحاظ SEO بهینه هستش و شانس این رو داره که بخواد معرفی بشه تو موتورهای جستجو. خب چطور باید این عدد رو به بالای 80 رسوند؟ با من همراه باشید.
خب عزیزای دل، اگه خاطرتون باشه ما تو قسمت قبل این سری از آموزش ها اومدیم یه مقاله نوشتیم، مقاله‌ای که در حال حاضر دارید میبینید با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از ChatGPT. عنوان مقاله معرفی بهترین هوش مصنوعی تصویرساز بود. بهتون گفتم که این مقاله فعلا بچه ها SEO نشده، یعنی در ابتدا ما مقاله رو توی فایل داک فعلا مینویسیم، بعدش حالا منتقلش میکنیم به وردپرس و SEO رو انجام میدیم. چون این جلسه میخواییم این مقاله رو صفر تا صدش رو SEO کنیم دیگه. اول با عنوان مقاله شروع میکنم، یعنی عنوان مقاله رو بچه ها از فایل داک هم کپی میکنم و تو وردپرس تو قسمت افزودن عنوان عنوان مقاله رو پیست میکنم. اوکی، این اولین کاری که انجام میشه. حالا بریم سراغ بدنه مقاله. بدنه مقاله رو کلن از ابتدا تا انتها همه رو با موس درگ میکنم، این کل متنی که نوشتیم، البته هوش مصنوعی نوشت 80% رو، این کپی و تو این قسمت پیس. اینم بدنه مقالم. اولین کاری که میکنم بعد این که من حالا متن رو منتقل میکنم به وردپرس اینه که بچه ها میرم سراغ تک ها، تیتر ها. الان مثلا این تیتر معرفی بهترین هوش مصنوعی تصویرساز یه تیتر سایز H1ه که اینا خیلی مهمه که اینها رو شما قشنگ به سیستم معرفی کنی. H1 بزرگترین سایز تیتره، فقط عنوان ما باید H1 باشه، بقیه ها مثلا باید H2 باشن یا H3, H4, H5. الان مثلا اینجا من یه تیتر دیگه دارم بچه ها که نوشتم هوش مصنوعی تصویرساز چیست، این یه تیتره باید بولد باشه، اما سایزش رو H1 دیگه قرار نمیدم چون H1 فقط اولین تیتر منه، این باید H2 باشه. اوکی؟ یا مثلا پایین ترش تاریخچه هوش مصنوعی اینم باید H2 باشه سایزش. اما ممکنه یه تیتر H2 زیر مجموعه هم داشته باشه، مثلا تو این مثال الان تاریخچه هوش مصنوعی یک سری زیر مجموعه داره که اواخر دهه فلان تا فلان یا دهه 60، اینا هم همه خودشون بولدن تیترن، اینها رو هم مثلا میتونم بذارم سایز H3. میبینید همش پله پله دارم میام پایین تر، یعنی اول سایز تیترم H1 هستش، بعد زیر مجموعه اون میشه H2، اگه H2 هم زیر مجموعه داشته باشه میشه S3، به همین ترتیب H4 و H5. به این شکل تیترها رو مشخص میکنم، این تگ ها، این H ها خیلی مهم هستن مخصوصا تو SEO. خب بذارید یه پیش نمایش از وبسایت ببینیم بچه‌ها، ببینیم که تا اینجا چیکار کردیم. ببینید این سایزا شده بزرگترین سایز H1، بعد H2، بعد H2 هم H3 حالا مثلا زیر مجموعش هستش. این شرایط وبسایت من بچه‌ها باید در ابتدای کار دونه به دونه حالا تیترها رو مشخص بکنم. بعد اینکه کلیه تیترها رو مشخص می‌کنیم، ببینید سیستم یه امتیازی بهمون میده، میگه تو فعلا 10 امتیاز داری از 100 امتیاز. روش کلیک می‌کنم ببینیم که این امتیاز بابت چی بهمون داده. ببینید رنک ماس میاد از 4 جهت، از جهت SEO پایه، اضافی، خانه‌ی عنوان و خانه‌ی محتوا میاد مطلب شما رو، محتوای شما رو بررسی می‌کنه. بخش اولش SEO پایه هستش، وقتی روش کلیک میکنم میبینید که ما یه تیک داریم، این آخری تیکه، میگه کارت خوب بوده، ببینید برای همین هم مثلا 10 امتیاز بهمون داده. چرا کارم خوب بوده؟ چون طول محتوا 1631 کلمه است. پس ببینید که چقدر طول محتوا مهمه. عموماً ما مقالاتی رو مینویسیم که 1200 کلمه به بالا باشه تا جدی گرفته بشه. الان 1600 کلمه اوکیه و بهم تیک داده. بقیه هم باید به همین صورت تیک دار کنم دیگه بچه‌ها. کل داستان این نرم افزار همینه. حالا مثلا میگه که کلمه کلیدی اصلی به عنوان SEO اضافه نشده. اوکی، ما اصلا کلمه کلیدی رو در ابتدا باید به این صفحه، به رنک مس این صفحه بدیم. ببینید میگه که کلمه کلیدی اصلی چی هستن، ما باید اینجا بنویسیم که کلمه کلیدی این محتوا چیه. از کجا کلمه کلیدی رو به دست میاریم؟ مربوط میشه به قسمت قبل بچه‌ها. ببینید ما عنوان مقاله رو که معرفی بهترین هوش مصنوعی تصویرساز هستش، اینو واسه خودمون ننوشتیم که. این رو اگه خاطرتون باشه کلمه هوش مصنوعی رو سرچ کردیم تو ابزاری مثل کیورد چی، اون بهمون گفتش که مردم این روزها کلمه هوش مصنوعی تصویرساز رو خیلی سرچ میکنن. اوکی؟ پس این کلید واژه منه، یعنی مقاله من با این کلید واژه، با این عبارات باید SEO بشه. اگه کسی تو گوگل سرچ بکنه هوش مصنوعی تصویرساز، امیدواریم بخوره به مقاله ما، چون ما رو این کلمه مقاله رو SEO کردیم، در واقع کلید واژه‌مون این بوده. پس من کل این کلید واژه رو کپی میکنم، هوش مصنوعی تصویرساز رو، و این رو میدم به رنک مس، میگم آقا کلید واژه اینه، رو این میخوایم فوکوس بکنیم. متوجه میشید داستان از چه قراره دیگه؟ یعنی انقدر میخوایم رو این کلید واژه فوکوس بکنیم، تمرکز بکنیم که اگه کسی این رو تو گوگل سرچ کرد بخوره به این مقاله، به مقاله ما.
پس این شد کلید واژه اصلیمون. به محض اینکه اضافهش میکنم ببینید بچه‌ها امتیاز اصلا 64 میشه، میره بالا. چرا؟ چون خیلی از تیکا میخوره. مثلا همین تیک اول میگه هورا شما در عنوان سئو از کلمه کلیدی اصلی استفاده کردید. راستم میگه دیگه ما تو عنوان مقالمون هوش مصنوعی تصویرساز رو داریم. پس این خیلی خوبه. مثلا این اتفاق حتما باید بیفته. تو عنوان مقاله شما باید کلمه کلیدی باشه. پایین‌تر میگه که کلمه کلیدی اصلی در توضیحات متا سئو یافت نشد. چطور باید این زبده رو تبدیل کنیم به تیک؟ ببینید منظورش از توضیحات متا سئو اینجاست. تو ویرایش این پایین ما توضیحات رو داریم که در واقع توضیحات متا سئو هستش. اینجا بچه‌ها یک متنی به صورت پیش‌فرض نوشته شده، نوشته از دهه‌های اخیر مثلا هوش مصنوعی تونسته به عنوان یکی از فناوری پیشرفته و قدرتمند جهان معرفی بشه. این متن از کجا آورده؟ از ابتدای مقاله من، یعنی ابتدای مقالم رو اونجا داره می‌نویسه. حالا اینجا اصلا کجاست؟ اینجا جاییه که اگه کسی شما رو سرچ بکنه تو گوگل هوش مصنوعی مثلا تصویرساز رو این شکلی تو فضای گوگل وبسایت رو به طرف معرفی می‌کنه. توضیحات اصلا متا سئو برای موتور جستجوی گوگل هستش. کافیه بچه ها تو توضیحات ما کلید واژه هوش مصنوعی تصویرساز رو یه جوری بگنجونیم دیگه. مثلا من الان می‌نویسم در این مقاله با سه هوش مصنوعی تصویرساز آشنا میشید که میتونه مثلا تصاویر بی‌نظیر رو خلق کنه. حالا من خیلی سری نوشتم، اما بالاخره این کلید واژه هوش مصنوعی تصویرساز باید اینجا باشه. این رو میخواد رنگ مس از ما. خب به محض اینکه اضافه کردم ببینید تیکش خورد. تیک این قبلا نبود، زبدر بود، الان تیک سبز شد. میگه از کلید واژه اصلی در URL استفاده کن. این رو معمولا من استفاده نمی کنم و میذارم همین زبدرش بمونه، چون منظورش اینه که مثلا هوش مصنوعی تصویرساز بیاد توی URL تو آدرس اینترنتی حالا مقاله من. من چون دوست ندارم حالا URL هم فارسی باشه، واسه همین این رو اصلا ولش میکنم. این واسه من هم همیشه زبدره، نمیتونم سبزش بکنم. خب پایین تر میگه که کلمه کلیدی اصلی در 10% اول محتوا ظاهر شده. ابتدای محتوام رو مثلا این 10% ابتدایی شده دیگه، اومده خونده و دیده که مثلا تو این 10% هوش مصنوعی تصویرساز چندین و چند بار تکرار شده. راست هم میگه، مثلا اینجا الان تکرار شد هوش مصنوعی تصویرساز، اینجا دوباره نوشتمش هوش مصنوعی تصویرساز، اینجا دوباره هوش مصنوعی تصویرساز، اوکی دوباره هوش مصنوعی تصویرساز، پس درسته. بعدی میگه که کلمه کلیدی اصلی در محتوام پیدا شد، رفته گشته غیر این 10% بقیه محتوا رو هم خونده، دیده که حالا کلمه هوش مصنوعی تصویرساز جای دیگه هم تکرار شده، پس تیک این هم خورده. خب این از این. پس سئو پایه شامل اینها میشه. حالا بخش بعدی بخش اضافی هستش. وقتی روش کلیک میکنیم در ابتدا میگه که آقا کلمه کلیدی اصلی در زیر بخش ها یافت شد. راست میگه، تو زیر بخش ها من کلمه کلیدی اصلی رو آوردم، خودم تکرارش کردم. بعدی میگه که آقا به مقاله یه تصویر اضافه کن و یه متن حالا جایگزینم بهش بده، متن alt. مقاله ما اصلا تصویر نداره بچه ها. الان اگه بخوام یه تصویر شاخص مثلا اضافه کنم به این مقاله، اون تیکش خورده میشه، این تیکه حالا اضافه کردن تصویر. ببینید بذارید از رنگ مست خارج بشیم، مجدد وارد قسمت حالا بلوک میشم، نوشته اینجا تصویر شاخص رو دارم، انتخابش میکنم و یه تصویر حالا من دانلود کردم بچه ها، این رو مثلا به عنوان تصویر شاخص بهش میدم. حالا تو متن جایگزین بعد اینکه این آپلود شد، تو متن جایگزین بهتره کلید واژه‌مون رو بیاریم دیگه. کلید واژه‌مون هوش مصنوعی تصویرساز بود، اینو اضافه میکنم تو متن جایگزین. تو قسمت مثلا عنوان هم میتونم همین رو بیارم، مثلا مشکلی نداره. در نهایت هم قرار دادم به عنوان تصویر شاخص. الان من یک تصویر اضافه کردم، یک تصویر شاخص که یک متن alt هم داره. ببینید اگه بخوام وارد حالا قسمت اضافی بشم، الان تیک اون قسمت خورده. ببینید که این قسمت خورد، قبلا نبود، قبلا زبدر بود. پایین تر میگه که تو کلید واژه رو، کلید واژه هوش مصنوعی تصویرساز رو 35 بار تو مقاله تکرار کردی که کار خیلی خوبی بود و عالیه، بهم تیک داد این کلید واژه. این از این. پایین تر میگه که حالا آدرس نشانه اینترنتی به اندازه 60 کاراکتر طول داره، منظورش آدرس اینترنتی مقاله هستش. پایین تر میگه که به منبع خارجی لینک بدید، زبدره. منظورش چیه؟ ببینید مثلا من تو این قسمت از مقاله اومدم سه تا هوش مصنوعی خارجی رو معرفی کردم، مثل میدجرنی حالا اولیش بوده. من میتونم میدجرنی رو لینک بکنم به خود وبسایت مادر دیگه. مثلا بذارید من وبسایت مادرش رو پیدا کنم، میدجرنی، این وبسایت اصلیش، اوکی، midjourney.com. من کپی میکنم URL وبسایت اصلی و وبسایت مادر رو، بعد مثلا این کلمه میدجرنی و این رو فقط لینک میکنم به وبسایت مادر.
یعنی یک لینک خارجی دادم. این اوکی، هر کس بخواد رو میدجرنی کلیک کنه میره به وبسایت میدجرنی مادر، وبسایت میدجرنی اصلی وصل میشه. پس با انجام این کار منبع خارجی هم تیکش زده میشه. برای بقیه هم میتونم این کار انجام بدم. تو مقاله ها ما مثلا سرویسی مثل دال‌ای رو هم معرفی کردم، اونم میتونم لینک خارجی بهش بدم، یا استبل دیفیوژن رو معرفی کردم، اون رو هم میتونم لینک خارجی بهش بدم، لینک وبسایت مادرش رو بهش بدم. اینا باعث میشه که اعتبار مقاله من بالاتر بره. پوینتر میگه که ما نتونستیم پیوند داخلی پیدا بکنیم. اوکی، اینم خیلی جالبه. ببینید، تصور کنید که من یه مقاله قبلا در خصوص میدجرنی تو وبسایت نوشته باشم. اوکی، اگه این اتفاق افتاده باشه، من میتونم تو این قسمت مثلا متنی رو اضافه کنم که بگم آقا اگه میخواید در خصوص میدجرنی بیشتر بدونید، برید به مقاله دیگه من سر بزنید. یه مقاله دیگه مثلا نوشتم اختصاصا در خصوص میدجرنی، میتونم لینک مقاله رو اینجا بدم دیگه. اوکی، اینجا لینک میکنم به خودم، به وبسایت خودم، هر کلمه ای که دلم میخواد رو که بخواد لینکیبل بشه، قابل لینک باشه. پس اینجا میشه یه لینک داخلی هم داد که حالا چون این وبسایت مقاله زیاد نداره، پس اینجا به چالش برمیخوریم. البته راهی رو بهتون یاد میدم که بتونیم این تیکش رو بذاریم و یک لینک داخلی هم بدیم. حالا بریم جلوتر. فعلا ببینید، پایین ترش میگه که قبلا از این کلید واژه اصلی استفاده نشده، از این کلید واژه هوش مصنوعی تصویرساز اولین باره که ما داریم استفاده میکنیم داخل وبسایت خودمون. نمیتونیم 10 تا مقاله داشته باشیم که همه مثلا یک کلید واژه داشته باشه، همه هوش مصنوعی تصویرساز باشه. اینجا نتیجه نمیگیریم. بهتر مدام کلید واژه رو عوض کنیم بچه‌ها تو هر مقاله. دیگه چی داره؟ پایین تر یه کانتنت ای آی داره که این هم زبدرش رو نمیتونیم تبدیل به تیک حالا سبز بکنیم، چون باید حتما رنگمس رو خریده باشیم، تو نسخه پولیش اصلا این امکان فعاله. پس این رو هم به همین صورت باقی میذاریم. فقط این داخلیه میمونه که گفتم آخر سر یه فکری بالش میکنیم. اینم از این. تا اینجا بچه‌ها امتیازمون رو کردیم 74، من تا 80 واسهتون میارمش بالا. ببینید بعدی خانه عنوانه، میگه کلمه کلیدی اصلی در ابتدای عنوان سئو حالا استفاده شده. درست میگه، کلمه کلیدی اصلی رو داریم توی عنوانمون. پایینتر میگه که عنوان سئو شما عدد نداره. ببینید ما میتونیم مثلا به عنوان مقالمون یه عدد اضافه کنیم. عدد منظورش ساله. مثلا اگر من به مقالم تاریخ امسال رو اضافه کنم، یعنی الان مثلا بنویسه 402، اگه سال بعد شد بنویسه 403، سال بعدتر بنویسه 404، اینجا بنویسه مثلا بهتری معرفی هوش مصنوعی تصویرساز برای سال 402. این باعث میشه که بیشتر مخاطب کلیک کنه دیگه. اگه مثلا میگم سال 404 باشه، بنویسه 404، این باعث میشه که مخاطب بیشتر اعتماد کنه و رنگمس همینو میخواد. پس این شکلی میتونیم عدد هم اضافه کنیم به عنوانمون. حالا من حذفش میکنم، پاکش میکنم این از این. خب دیگه چی داریم؟ غیر این قسمت، غیر خانای عنوان، قسمت خانای محتوا رو هم داریم که اینجا مجدد اولی رو نمیتونیم تیکش رو بزنیم، مربوط به حالا سرویس پولیش هستش. اما دومی چرا؟ دومی میگه که شما از پاراگراف‌های مثلا کوتاه استفاده میکنید. راست میگه، من پاراگراف‌هام ببینید همه کوتاه. اگه بخوام پاراگراف‌ها رو به هم دیگه بچسبونم بچا، ببینید مثلا یه تستی بکنیم، اینو میچسبونم، اینم میچسبونم، پاراگراف‌ها بخواد به هم بچسبه، اینجا تیکش تبدیل به زبدر میشه. چرا؟ میگه که آقا متنت خیلی طولانیه، میگه این شکلی کاربر نمیخونه، کوتاه‌ترش کن. وقتی پاراگراف‌ها رو کوتاه میکنم، هر کدوم 2 خط 3 خط 4 خط، مشکلی ایجاد نمیشه. خب دیگه چی میگه بچا؟ میگه که تصویر و ویدیو این محتوا کمه، یه دونه ما عکس بیشتر نذاشتیم دیگه. من تصاویر بیشتری رو باید به این محتوا اضافه بکنم. من 3 تا حالا تصویر انتخاب کردم، یعنی از قبل دانلود کردم، از هوش مصنوعی گرفتم، اون رو میخوام به محتوا اضافه بکنم. مثلا اولین تصویرم رو بچه بیایید بعد پاراگراف اول، بعد اصلا تیتر 2 اینجا اضافه کنیم. خب اینجا بچه رو این علامت به اضافه کلیک میکنم و بعد ایمیج تصویری که حالا انتخاب کردم رو بهش میدم. مثلا این تصویر اجازه میدم لود بشه، بارگذاری بشه. خب روش کلیک میکنم و بعد از قسمت حالا این بلاک ها یه متن جایگزین بهش میدم. ببینید اینجا میتونم متن جایگزین رو بنویسم. متن جایگزین من حتما شامل هوش مصنوعی تصویرساز میشن، این کلید واژه با داخلش باشه. نوشتم مثلا هوش مصنوعی تصویرساز میدجرنی. اوکی، این متن جایگزین رو به این عکس دادم. متن جایگزین یعنی اینکه اگر عکس لود نشد، این متن لود میشه و واقعا به کار سئو هم خیلی میاد. یه تصویر دیگه بهش میدم، میگم 3 تا تصویر میخوام به این مقاله اضافه کنم. این تصویر دومم متن جایگزینش رو مجدد هوش مصنوعی حالا تصویرساز رو حتما
لحاظ میکنم و ادامهش مثلا می‌نویسم رو هوش مصنوعی تصویر ساز استیبل دیفیوژن. این از این. یه تصویر دیگه هم این انتابیت بهش بدیم. اینجا مجدد ایمیج، تصویر سومم. هر چقدر تصاویر بیشتر باشه بچه‌ها به نفع شماست. محتوای شما اگه ویدیو داشته باشه، فکر کن ابتدای مقاله ویدیو گذاشته باشی، اون باز به نفعته، یعنی امتیازت رو بالاتر میبره و اعتبار مقاله بالاتر میره. خب در حال حاضر بچه ها امتیازمون 79 شده و این قسمت هم این تیکه اینم خورده، یعنی الان دیگه محتوا تصویر رو حالا یعنی از تصویر غنی تره. بیاید این پیونده داخلی رو هم حل بکنیم. ببینید ابتدای مقاله، حالا اگه شما مقاله کم داری و نمیتونی پیوند داخلی بدی، ابتدای مقاله میتونی مثلا متنی رو اضافه کنی به عنوان بهونه. مثلا مینویسی امروز تو وبسایت مثلا میدجرنی فارسی قصد داریم در خصوص هوش مصنوعی تصویرساز صحبت کنیم. اوکی، مثلا نوشتم امروز در وبسایت میدجرنی فارسی قصد داریم بهترین هوش مصنوعی تصویرساز رو شما معرفی کنیم. اینو نوشتم. حالا این کلمه رو مثلا وبسایت میدجرنی فارسی رو، اوکی، این رو لینک میکنم به صفحه اصلی وبسایت خودم، وبسایت میدجرنی فارسی که الان داریم روش کار میکنیم. صفحه اصلی وبسایت میدم بهش، اوکی، اینم از این. پس یه لینک داخلی ساختیم، ببینید تیکش هم خورد، یه لینک داخلی به صفحه اصلی خودمون. الان امتیاز شده 84، چون این لینک واقعا خیلی مهمه. خب امتیاز رفت بالا، ثبت شد همه چی، الان مقاله آماده است بچه‌ها برای انتشار، چون حداقل از لحاظ SEO کاراش انجام شده و امتیاز خوبی هم داره. سعی کنید تمامی مقالاتتون سبز باشه دیگه، 80 به بالا باشه امتیازش. ذخیره پیشنمایش رو میزنم و بعد انتشار بچه‌ها. اینم انتشار تموم شد، مقاله الان منتشر شد. شما دیگه نباید کاری انجام بدید، خود گوگل بررسی میکنه، به مقاله شما بر میخوره، خزنده‌اش حرکت میکنه، مقاله شما رو پیدا میکنه و لیستش میکنه. خب این مقاله هستش که ما منتشرش کردیم، قالب خیلی جالبی هم هستش، تصویر شاخص رو اینجا قرار داده، بعد متن شروع میشه، عنوان مقاله، این لینک داخلیه که همین الان ایجاد کردیم به سایت خودمون، تصاویر مقاله و بعد تک هم همه درست و عالی، طول مقاله هم طول قابل قبولیه. خب کار همینه بچه، شما حتما باید 60 تا 70 تا 100 تا مقاله داشته باشی و همشون هم از لحاظ SEO، از لحاظ امتیاز رنگ مز سبز باشن، بالای 80 باشن، تا ما انتظار اینو داشته باشیم که تو نتیجه گوگل آروم آروم معرفی بشید. اوکی، حتما باید این موارد رو رعایت کنید. دیگه چیز دیگه برای این جلسه نمونه. اگه سوالی بود تو کامنت ازم بپرسید. اگه از کانال یوتیوب هنوز کانال اشتراک نگرفتید، پیشنهاد میکنم سابسکرایبش کنید، زنگوله رو فعال کنید، روی آل قرار بدید تا همه آموزش‌ها مطلع بشید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.